در پی حمله تروریستی به کاروان مهندسان چینی در نزدیکی فرودگاه بین المللی کراچی یک نفر کشته و چندی نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در آستانه برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان رخ داده و نگرانی ها درباره چالش های امنیتی و تأثیر آن بر روابط اقتصادی با چین را افزایش داده است. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. پلیس پاکستان خبر داد که انفجاری در نزدیکی فرودگاه بین المللی کراچی رخ داده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از رسانه‌های محلی، در اثر هدف قرار گرفتن گروهی از اتباع خارجی، دست کم یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده، چند خودرو در حال سوختن و چند مجروح بر روی زمین را نشان می‌دهد. در همین راستا گروه جدایی طلب ارتش آزادی بخش بلوچستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به کاروانی از مهندسان و سرمایه‌گذاران چینی حمله کرده است. پاکستان که برای میزبانی از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای آماده می‌شود، وارد بالاترین درجه امنیت خود شده است. شبکه ژئو نیوز پاکستان گزارش داد که در این حمله دست کم 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. سفارت چین اعلام کرد که کاروان حامل اتباع این کشور از شرکت برق بندر قاسم هدف حمله قرار گرفتند. سفارت چین و سرکنسولیگری های این کشور در پاکستان طی صدور بیانیه‌ای این حمله تروریستی را شدیداً محکوم و با قربانیان دو کشور ابراز همدردی کردند. همچنین در این بیانیه تاکید شده که طرف چینی با مقامات حادثه درباره ابعاد این حمله همکاری خواهد کرد. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد و از او پرسیدم با توجه به حمله تروریستی به کاروان مهندسان چینی در کراچی و تأثیر آن بر روابط اقتصادی پاکستان و چین به نظر شما چه اقداماتی باید برای تأمین امنیت اتباع خارجی و بهبود شرایط امنیتی در پاکستان انجام شود و آیا این اقدام از اعتماد چینی ها نسبت به امنیت پاکستان نمی کاهد؟ پاسخ افضل رضا را بشنویم. با عرض سلام و ادب خدمت شما همکار گرامی و بینندگان محترم این بخش خبری، بله متاسفانه شب گذشته همچنان که در سالهای اخیر حملات تروریستی علیه اتباع چینی در پاکستان تکرار می‌شد، یک فقره انفجار انتحاری و خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی فرودگاه کراچی منجر به کشته شدن دو چینی و یکی دیگر از همراهان آنان می‌شود و چندین پاکستانی زخمی و کشته می‌شوند. البته با توجه به که انتظار می‌رفت سفارت چین در پاکستان ضمن محکومیت این حمله تروریستی خواستار اقدام قاطع دولت پاکستان میشه برای حفاظت از اتباع خودش، پروژه‌هایی که چین در پاکستان داره و اینکه خواستار مجازات و شناسایی عوامل این هستش. طی سال آخر شاهد چندین فقره حمله تروریستی به اتباع چینی و تأسیسات اونا، پروژه‌هایی که اونا دارن کار میکنن بودیم که آخرین اونم تو فروردین ماه امسال بود در شمال غرب پاکستان که یک انفجار انتحاری جون 5 نفر مهندسا رو میگیره و گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت اون رو بر عهده میگیره. همچنان که در بلوچستان ما نیز شاهد بودیم این اقدامات تکرار میشد و تجزیه طلبان بلوچ در اعتراض به حضور چینی ها در ایالت بلوچستان همواره دست به چنین اقداماتی زدن. خب این مرحله واسه پاکستان بسیار مشکل برانگیز هستش. بالاخره پاکستان روابط راهبردی و قوی با چین داره و چین همواره یکی از دستور کارهای مذاکراتش با پاکستان این بوده که جلوی نیروهای تروریستی رو بگیره و اجازه نده خلأ در همکاری بین دو کشور ایجاد بشه. این حمله همچنین در حالی انجام میشه که نخست وزیر چین قراره تا هفته‌های آینده برای یک سفر رسمی و شرکت در اجلاس رؤسای دولت‌های سازمان همکاری شانگهای به اسلام‌آباد سفر کنه. قطعا این حمله تأثیر بدی رو روابط دو کشور خواهد گذاشت، چنانچه که یک سال نگذشته این دومین حمله مرگبار علیه اتباع چینی در پاکستان هستش و انتظار میره چین
این دفعه کوتاه نیاد، چون که دفعه قبل شاهد بودیم که چین برخی از پروژه ها رو به تعلیق میندازه و اینکه از پاکستان میخواد که تضمین بده. و با توجه به شرایط اقتصادی پاکستان و نیازش به همکاری نزدیک با چین و به ویژه وام هایی که از چین گرفته و برنامه‌های آتی این کشور برای مراودات بیشتر مالی، انتظار میره که دولت اسلام آباد راه سختری برای راضی کردن چینی ها در پیش داشته باشه. با تشکر از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.